به نام خدا. سلام، امین افشاری هستم از فارکس حرفه‌ای. در جلسه 220 از سری آموزش های بازار و مالی قصد داریم تا با شما عزیزان پلتفرم معاملاتی تحت به کارگزاری IQ Option رو بررسی کنیم. در ابتدا ما با استفاده از لینکی که شما میتونید در قسمت توضیحات مشاهدهش کنید وارد سایت کارگزاری IQ Option میشیم، ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که در حال حاضر این کارگزاری هیچ گونه خدماتی رو به ساکن ایران ارائه نمی‌کنه. ولی اگه شما ساکن کشوری غیر از ایران هستید و دارای اقامت قانونی با حداقل اعتبار 3 تا 6 ماه باشید، میتونید به راحتی در این کارگزاری ثبت نام کنید و از امکانات فوق العاده زیاد این کارگزاری بهره مند بشید. برای استفاده از پلتفرم معاملاتی تحت وب این کارگزاری، ما باید وارد حساب خودمون بشیم. برای این کار برای گزینه ساین اپ در سمت راست بالای صفحه کلیک میکنم. در صورتی که شما در این کارگزاری ثبت نام نکرده باشید و یا در صورتی که حتی ثبت نام کردید، در صورتی که این روشی که من الان انجام میدم رو انجام بدید، میتونید وارد حساب خودتون بشید و یا در این کارگزاری ثبت نام کنید. در قسمت ایمیل، ایمیلی که با استفاده از اون در این کارگزاری ثبت نام کردم رو وارد میکنم، و یا اگه شما در این کارگزاری ثبت نام نکردید، با وارد کردن ایمیل خودتون در این بخش و سپس وارد کردن رمز عبور در قسمت دوم، میتونید به راحتی در این کارگزاری ثبت نام کنید و یا وارد حساب یا کابین خودتون بشید. در قسمت پسورد، پسورد خودم رو وارد میکنم، و در قسمت آخر قوانین سایت رو قبول میکنم و یا قوانین این کارگزاری رو قبول میکنم و سپس گزینه ساین اپ رو انتخاب میکنم. خب همونجوری که میتونیم مشاهده کنیم، ما با موفقیت وارد حساب خودمون یا کابین خودمون در کارگزاری IQ Option شدیم و زمانی که ما وارد کابین خودمون میشیم، مستقیما وارد پلتفرم معاملاتی تحت وب این کارگزاری میشیم. و همونجوری که میتونید ببینید، این پلتفرم به شدت چشم‌نواز و جذاب برای معامله‌گران، و معامله‌گران میتونن یه تجربه خیلی خوبی و با استفاده از این چارت و این پلتفرم در بازارهای مالی به دست بیارن. در صورت که شما بخواید تغییراتی رو بر روی این چارت اعمال کنید، کافیه تا به طور مثال بر روی گزینه چارت تایپ یا انواع چارت در این قسمت کلیک کنید، یکی از این 4 نوع چارت رو انتخاب کنید و بر روی اون کلیک کنید. به طور مثال من دوست دارم تا چارتم با استفاده از کندل استیکا باشه، پس در اینجا بر روی گزینه کندلز در این قسمت کلیک میکنم. و همونجوری که میتونید ببینید، اگه من یکم بر روی چارتم زوم کنم یا نزدیکتر بشم، میتونم این کندل استیکا رو ببینم. در صورت که شما قصد داشته باشید تا این کندل استیک ها توپر باشن، کافیه تا این یکی کندل استیک رو انتخاب کنید. اگه شما بخواید تایم فریم یا بازه زمانی این چارت رو تغییر بدید، کافیه تا بر روی دومین گزینه در این قسمت کلیک کنید. در اینجا میتونید بازه زمانی 5 ثانیه تا 1 ماه رو انتخاب کنید و بر روی اون کلیک کنید. به طور مثال من بازه زمانی 5 دقیقه رو انتخاب میکنم، به این گزینه کلیک میکنم، و همینطوری که ملاحظه میکنید، چارت یا نمودار ما از تایم فریم 1 ساعته به تایم فریم 5 دقیقه تغییر کرده، و ما با زوم کردن و یا بزرگ کردن این چارت میتونیم این کندل استیکا رو مشاهده کنیم. اگه شما بخواید خط یا لاینی رو بر روی این چارت ترسیم کنید، کافیه تا بر روی گزینه گرافیکال تولز در این قسمت کلیک کنید، در اینجا لاین یا خط مد نظر خودتون رو انتخاب کنید و به راحتی بر روی چارتتون رسم کنید. و اگه بخواید لاین یا خطی رو حذف کنید، کافیه تا بر روی گزینه‌ای که در اینجا می‌بینید، گزینه سطل و با آیکون سطل و اشغال کلیک کنید و به راحتی لاین یا خط خودتون رو پاک کنید. اگه شما بخواید تا از اندیکاتورها استفاده کنید و بر روی چارت یا نمودار خودتون اندیکاتورها رو ببینید، کافیه تا در این قسمت اندیکاتورز رو انتخاب کنید. در اینجا چندین روش وجود داره تا اندیکاتور مد نظر خودتون رو انتخاب کنید، و شما در قسمت پاپولر یا پرطرفدارترین ها میتونید اندیکاتورهایی که معامله گران در این کارگزاری استفاده میکنن رو ببینید، یا اینکه در قسمت سرچ یا جستجوی این قسمت اسم اندیکاتور خودتون رو یادداشت کنید. به طور مثال من در اینجا اندیکاتور RSI رو سرچ میکنم و میتونم ببینم که نتیجه کار برای من اندیکاتور RSI رو پیدا کرده. بر روی اون کلیک میکنم، و زمانی که شما یه اندیکاتور رو انتخاب میکنید، میتونید تغییراتی رو بر روی اون ایجاد کنید و یا به اصطلاح این اندیکاتور یا ابزار رو شخصی سازی کنید. شما میتونید به طور مثال بیسلاین یا تایم زمانی این اندیکاتور رو تغییر بدید، و یا حتی کالر و یا نوع خطای اینا رو تغییر بدید. به طور مثال من دوست دارم تا از رنگ زرد در اینجا استفاده کنم، رنگ زرد رو انتخاب میکنم، یا میخوام بر روی خط خودم تغییراتی رو ایجاد کنم، در اینجا
نوع خط رو انتخاب میکنم و بر روی گزینه اپلای کلیک میکنم و همونجوری که میتونید ببینید نوع خطی که من انتخاب کردم با نوع خط دو خط دیگه متفاوت. در صورتی که بخواید نماد معاملاتی خودتون رو تغییر بدین کافیه تا بر روی این قسمت کلیک کنید. در اینجا شما میتونید انواع بازارها و نمادهایی که این کارگزاری در اختیار معامله گران قرار میده رو ببینید و شما میتونید هر کدوم از این موارد رو انتخاب کنید. بازارهایی مثل آپشنز، فارکس، استاکس، کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال، کالاها و ETF. به طور مثال من در اینجا دوست دارم تا بر روی کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال معامله یا پوزیشنی رو باز کنم. در اینجا کریپتو رو انتخاب میکنم و یکی از نمادهایی که این کارگزاری در اختیار من قرار میده رو انتخاب میکنم. به طور مثال من بیت کوین رو در اینجا انتخاب میکنم و میتونید ببینید که چارت من از یورو یو اس دی به چارت بیت کوین تغییر کرد. در این ویدیو آموزشی من سعی کردم تا یه سری از نکات اولیه و ابتدایی که هر معامله‌گری که قصد کار کردن با کارگزاری آیکیو آپشن رو داشته باشه بلد باشه رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم. حتما در ویدیو و جلسات جداگونه نحوه باز کردن پوزیشن یا معامله در کارگزاری آیکیو آپشن با استفاده از جدیدترین استراتژی‌های باینری آپشن رو برای شما عزیزان آماده می‌کنیم و در کانال‌های آپارات و یوتیوب به اشتراک می‌ذاریم. همچنین شما می‌تونید با استفاده از اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه‌ای به صورت روزانه سیگنال‌هایی رو برای معاملات باینری آپشن دریافت کنید. امیدوارم که این ویدیو آموزشی براتون مفید بوده باشه. امین افشاری هستم از فارکس حرفه‌ای. تا آموزشی دیگر، بدرود.